داشتم از یه مقاله میخوندم در خصوص همین بحث چرتی بود، داشتم برای یونسکو دارم یه بسته آموزشی تهیه میکنم که بتونیم روی این خدمتتون عرض شود چرتی تو ایران کار کنیم که این مسئله انتقال پولشون گرفته، یعنی مشکلش حل شه یه مقداری، حالا ایرانی هایی اصلا خارج از کشوره، بحث ترانسپرنسی توی دارایی اینا هم هست. خدمتتون عرض شود که به این برخورد کردم که یک سالی توی هلند میان کاپیشن هایی طراحی میکنن که تو اون کاپیشن ها یه چیپی روی بازو بوده، این چیپه RFID بوده و از طریق یک محل اینا شارژ میشده، شما کمک میکردی به آدم هایی بی خانمانن. این هاملس ها چیکار میکردن؟ شما اگه پول نقد بدی طرف میره مواد میخره، میره اصلا یه کاری ازش میدزدن، ازش میگیرن. بهترین راه چی بوده؟ این آدم ها با این کاپیشنه که این چیپ روی بازو بوده وقتی توی فروشگاه خاصی میرفتن میتونستن غذا و دارو بخرن و شما مطمئن بودی این پولی که پرداخت میکردی در این راستا استفاده میشه. ببین چقدر ساده. و تو اون هوای سرد آمستردام و حالا توسعش در سطح کشور هلند بوده کمک کرده، اول طرف یه پوشش گرم داشته باشه که بتونه ازش استفاده کنه، خودش رو در مقابل سرما حفظ بکنه، دو این هدایا این کمک های بشر دوستانه به این صورت هدایت می شده و خیلی راحت رو پلتفرم قابل تشخیصه که این کمکی که شما کردی کجا استفاده شده. همیشه این دغدغه وجود داره، شما احتمالا صبح تو میدون ونک اگر تشریف میبرین میبینین یه آدمی، متاسفانه اینو من بارها دیدم، یه دونه سیخی برداشته، یه آدامس هم چسبونده سرش، داره از این صندوق صدقات پول در میاره. خب شما رو به اون صندوق صدقات بی‌اعتماد کرده. حالا اومدن کمیته امداد امام خمینی اومده رو بحث دیجیتالی کردن اینا داره کار میکنه، اما این اتفاق داره میفته تو سطح کلانش. مثلا شما میگی من به این چرتی اگه کمک کنم، خب خیلی برام شناخته شده نیست، یه سری اسمای خاص رو میبینید که ازش یاد میکنن و اکثرا هم به همونا دارن کمک میکنن، در صورتی که بلاکچین به ما این کمک رو خواهد کرد که این اتفاق بیفته. ببینید این پول کاغذی که ما داریم، دلار، یورو، یوان، ریال، همه بهش میگن پول فیات. پول فیات چیه؟ پول بدون پشتوانه. تا قبل از جنگ جهانی دوم پشتوانه خیلی از ارزها مثلا چیزهای مختلفی بود. دلار اومد رو بحث چی کار کرد؟ آمریکا زیر ساختاش سالم مونده بود دیگه بعد جنگ جهانی دوم، چون فاصله فیزیکی این کشور با کشورهای دیگه باعث شد که زیر ساخت کشورش حفظ شه، ولی بقیه کشورها با خاک یکسان شده. و جالب بود براتون بگم که تو آلمان میگن روزی یک تا پنج بمب عمل نکرده از جنگ جهانی دوم توی خاک برداری که انجام میشه کشف میشه. چند سال گذشته ازش. میاد امریکا پول پشتوانه پولشو میذاره طلا و این اعتبار رو پیدا میکنه، همه میان طلاهاشونو میدن به امریکا در قبالش این اسکناس یه دلاری رو میگن که این یه دلاری معادل یک دلار از ارزش طلا بوده، یه میزان اونس طلا میشده. خب این آقای برادر نیکسون کلاه بزرگترین کلاه رو سر دنیا گذاشته سال 1971 در این نشست بریتون وودز، میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا دبه میکنه، میگه اصلا کی گفته باید طلا باشه؟ چرا؟ چون دلار بیش از پشتوانه چاپ کرده داده تو بازار. و میگن تو این دوره ترامپ هم بیش از مثلا 15 سال اخیرش اومده دلار چاپ کرده داده تو بازار. اینو کجا میتونید حس کنید؟ وقتی که خاطرتون هست دیگه، حالا به سن من شاید بخوره، شما یه موقع میرفتیم مغازه با یه 10 تومانی کلی چیپس و پفک و بستنی و اینا میخریدی، الان اصلا 10 تومانی دیگه فکر نمیکنم باشه تو سکه، 500 تومانی هم چیز دیگه سکه است. خیلی حرفه ها. این فاصله زمانی که گذشته تا به امروز ارزش پول اومده پایین و این علتش چاپ پول بوده، در صورتی که اگر اون CBDCR که با هم دیدیم ارز دیجیتال ملی، اگر بیاد بگه من این میزان مشخص این تعداد توی این ظرف دارم ارز دیجیتال ملیمو میزنم و دیگه بهش اضافه نمی کنم، اون ارز دیجیتال ارزش خودش حفظ میکنه. یه روزی شما میرفتیم فروشگاه شهروند با مثلا 100 هزار تومن 200 هزار تومن یه سبد پر، یعنی این سبدی که میرفتیم جلوی صندوق یه سبد پر بوده. امروز که تشریف میبرید تو این فروشگاه زنجیره‌ای
فکر نمی کنم یه سبد پر زیر 1.5-2 تموم شه. حالا اگر یه چیز معمولی و نه مثلا لاکچری بریم برداری، آره مثلا یه دفعه خود همون خیلی زیاد میشه، نه گوشت کوسه بری بخری از این فروشگاه، آره خیلی گرون میشه. ولی یه چیز معمولی، این علتش چیه؟ ارزش پول اومده پایین. ارزش پول برای چی اومده پایین؟ چون چاپ شده، چون پشتوانه پول الان هیچیه، این اتفاق براش افتاده. به این پول ها میگن پول فیات. اکثر اسکناس ها، ارز ها، کارنسی های توی دنیا به صورت پول فیات هستن، پشتوانه ای ندارن. و اولین جوابی که شما باید به اون دوستانی که پشتوانه بیت کوین چیه، شما به این مثلا چجوری اعتماد کردی، بهش بگی تو به این پول دلار که داری باهاش خرید میکنی، معامله تجاری انجام میدی تو دنیا، چجوری اعتماد کردی؟ این که هیچ پشتوانه ای نداره. تازه طرف یادش میاد اگرم ندونه بگه طلا، که بعد همونجا خونش مباهه، بزنی گردنشو، بگی تو یه کار اقتصادی میکنی، نمیدونی که دلار پشتوانه طلا شد. 1971 آقای نیکسون دبه کرد تو اون نشست بریتون وودز و ورداش که خب دیگه تخلت اومد، تو اصلا نیا تو بازار اومد، تو اصلا سوال از بیت کوین من نکن. اما چیزی که امروز به بیت کوین ارزش داده اعتماد بین آدم هاست. چیزی که باعث شده دلار، یورو ازش استفاده شه، بیان مردم با هم مبادله بکنن، اعتماد دو طرف به این کاغذ است. حالا یه چیزی دیگه به وجود اومده به نام ارزهای دیجیتال یا رمز ارز، که اعتبار بیشتری بین مردم پیدا کرده، من هر روزم داره ارزشش میره بالا. شما دیدین دیگه 1309 تا بیت کوین رو داشته میداده یه دلار، امروز داریم با هم صحبت میکنیم 35000 دلاره. حرف از دور نمیزنه، ما 80 تومنه فروردین ما، امروز که با هم داریم صحبت میکنیم 930 میلیونه. یه نیشگاز بده چی شده؟ رسیده 1 میلیارد تومن. عددیه برای خودشو. یه فیلم کوتاه ببینیم در مورد پول فیات، میخوام حسو بگیرید که چجوری این هرمه باعث شده که منابعی که منابع مالی دست مردمه بی ارزش بشه. حالا به خاطر اینکه شما این منبع پولیتونو به یه منبع با ارزشی تبدیل کنید، باید چیکار بکنید؟ من تصویرمو میبندم و میخوام صفحه اسکرینمو شیر بکنم برای شما. و بیام ویدیوی پول فیات رو با هم ببینیم. We've ended up with a system in which banks have the power to create money. Since 1970, the of what was left of the gold standard operated under a system of money known as fiat. Dollar, the pound, the euro are all government fiat currencies. Fiat is a Latin word meaning let it be certain. It is the law that this government currency be money. Without that legal enforcement and the fact that we must pay taxes with this money, that dollar bill or that computer digit that represents a dollar would be pretty much meaningless. Only the government has the power to issue fiat money. But banks can create it through lending. Over the last 40 years, since this system of fiat money became law, supply of money has grown exponentially. In fact, we've seen the greatest growth in the supply of money in history. But who benefits? Of course, those that have the power to issue money. Then, those companies and individuals that get this money early. They can spend it before the prices of the things they want to buy have risen to reflect the new money in circulation. In other words, they get services, products, or assets cheap. But prices soon rise, so holders of assets such as houses or shares will then seek gains without there necessarily being any improvements to the company or house in question. Often this can lead to speculative bubbles. But what about those at the bottom? Those on fixed wages or incomes, those who live in remote areas, or those with savings. By the time this newly created money has filtered down to them, the prices of the things they want to buy have increased. Their savings buy them less, however, and their wages remain largely unchanged. In some cases, they have to take on debt just to be able to afford the things they were previously able to buy, which
which means they have to go back to the banks. In reality, this process of creating money only redistributes wealth from the bottom to the top of the pyramid, and thus that ever-increasing gulf between rich and poor gets bigger and bigger and bigger. خب توی این در خصوص وضعیتی که برای پول اتفاق میفته توضیحات کاملی داد و شما دیدین که چجوری فاصله بین یه واژه‌ای هست میگن پول میاره، این مصداقشه. یه ویدیو هم روی بلاکچین داریم، اینم اگر مشاهده امروز فناوری که تز کامل کرده. اما بلاکچین چیه؟ چطور کار میکنه؟ چه مشکلاتی رو حل میکنه؟ و چطور میشه ازش استفاده کرد؟ همونطور که از اسمش پیداست، بلاکچین به زنجیره ادالکا گفته میشه که اطلاعاتی رو در بر دارن. این تکنیک برای اولین بار در سال 1991 توسط گروهی از پژوهشگران شرح داده شد و در اصل به منظور زمانبندی اسناد دیجیتال به وجود اومد تا دیگه امکان تغییر تاریخ و یا دست بردن در اونها وجود نداشته بشه. چیزی شبیه به یک دفتر اسناد رسمی که البته تا سال 2009 ساتوشی ناکاموتو بیت کوین رو به وجود آورد خیلی کاربرد نداشت. حالا بلاکچین یک دفتر کل توزیع شده است که کاملا برای همه قابل دسترسه. بلاکچین ویژگی جالبی داره. وقتی یک سری از داده‌ها در اون ذخیره و ثبت میشن، تغییر دادنشون اصلا کار آسونی نیست. بیایید دقیقاً یک بلاک رو بررسی کنیم. هر بلاک شامل یک سری داده، هش بلاک و هش بلاک قبلیه. داده‌های ذخیره شده به نوع بلاکچین بستگی دارن. برای نمونه، بلاکچین بیت کوین جزئیاتی رو درباره تراکنش ذخیره می‌کنه. از جمله مشخصات فرستنده و گیرنده به علاوه میزان سکه‌های مبادله شده. همچنین هر بلاک یک هش داره. هش برای بلاک مثل اثر انگشت برای آدم هاست. هش هویت بلاک و کل محتویاتش رو تعیین میکنه و همواره منحصر به فرده. درست مثل اثر انگشت. وقتی یک بلاک به وجود میاد، هش اون بلاک محاسبه میشه. هر گونه تغییر در بلاک هش رو تغییر میده. به عبارت دیگه یک سری چیزها در بلاک باعث میشن هش تغییر کنه. هش ابزار کاربردی و مفیدی برای تشخیص تغییرات در بلاک. اگر اثر انگشت یک بلاک تغییر کنه، اون بلاک دیگه بلاک سابق نیست. عنصر سومی که در بلاک ذخیره میشه، هش بلاک قبله که در ایجاد زنجیره ای از بلاک ها مؤثره و همین تکنیک باعث میشه که یک بلاک چین تا حد زیادی امن باشه. بذارید با یک مثال براتون توضیح بدم. ما در اینجا یک زنجیره از سه بلاک داریم. همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، هر بلاک شامل یک هش و هش بلاک قبله. از این رو بلاک شماره 3 به بلاک شماره 2 مربوطه و بلاک شماره 2 به بلاک شماره 1. حالا بلاک اول یک مقدار خاص‌تره چون